خب بنده گرامی سلام تقدیم میکنم برای شما و امیدوارستم که تا فعلا با ما بودین برای شما برنامه ها خسته کن واقع نشده باشه. خدمت شما عرض کنم که ما در این بخش برنامه میریم به سراغ یک تن از وطنان گرامی ما در فرانسه، استاد شاکر حیات، و امروز ما برشان امروزشان یک لحظه صحبت میکنیم، ولی از سر از هفته آینده ما یقین دارم که آقای حیات خودشان برنامه جداگانه خود داشتن که ضروری نیست که من حتما در آغاز برنامهشان باشم. آقای حیات، برای شما ما سلام تقدیم میکنم. سلام، امیدوارستم که هفته خوب را پشت سر گذاشتانده باشین، و ما دوست داریم که در برنامه قبلی وطنان ما واقعا بسیار پسندیده بودن صحبت هایی را که ما شما در انجام دادیم و انتظار دارن که بیشتر از شما بشنون. خب عنوان برنامه را گذاشتیم سرنوشت کشور و مردم ما. چی فکر میکنین دوست داریم تمیل آبته و یا صحبت هایی که خود شما در نظر گرفتین بشنویم که وطن بالاخره به کجا میره، سرنوشت مردم ما چی خواهد شد؟ این کابینه هم اعلان شد و جهان هم کم کم علاقمندی خود از طریق کمکانشان میتوه، کمکان هم میگن که باید بالاخره باید دولت به رسمیت بشناسن که کمک های دامن پیدا کنه. حرکت های هست در چی میشه دوستان بیشتر از شما بشنیم دیگه. رابطه سلامت باشین. تشکر میکنم از کسایی که برنامه قبلی را پسندیدن. در مورد سوال شما این که سرنوشت کشور چی میشه، بهتر از به گذشته کشور یک بار توجه شود و تا ای که بفهمیم آینده کشور چی میشه. گذشته کشور گواه از این است که شخص به نام ملا برادر در زندان پاکستان بود، به خواهش امریکا از زندان رها شد، امریکا با اونا مذاکره کردن، بر اساس از این مذاکره 5000 عسکرشان را یا 5000 طالب را از زندان رها کردن. بالاخره وضعیت قسمی رقم خورد که حکومت افغانستان برشان تسلیم کردن و امروز هم یک لقب جدید را برش گذاشتن، صد چهره تاثیرگذار در دنیا. یکی چهره تاثیرگذارشان از نمی فهم که چهرهایی که تاثیرگذار نیستن ما چه قسمت، نمی فهم که تعریفشان از چهره تاثیرگذار چی است. کسایی که در طول 20 سال افغانستان خودشان پذیرفتند که انتحاری کردن، انفجاری کردن، بم گذاری کردن، مادرای افغانستان به فرزند و به شوهر ساختن، یک تعداد از مردم با خون شاندن، امروزه حکومت را گرفتن، حال در بین خودشان هم مشکل است، جامعه جهانی هم امرشان مشکل داره. نمیدانم با کدام دلیل منطقی، با کدام دلیل قانونی و با کدام ارزش دنیایی که کشورها او را مشترکاً پذیرفته آمدن عنوان یا لقب صد چهره تأثیر گذاره برای کسی میتن که قبلا تعریفش را کردم. خب حال حکومت را اینا در دست دارن، ببینیم که آینده کشور چی میشه. حال شما دیده روان است این وضعیتی که در کابل و در افغانستان شکل گرفته روان است. اگر از کابینشان آغاز بکنیم میبینیم که تابل کابینه تکمیل نشده، مشکل در بین خودشان است. پاکستان از یک طرف محکم گرفته که من شما را سپورت کردم، فلحاظ شما باید کابینه را طبق میل ما تنظیم بکنید. کشور چین اون طرف تست کم محکم گرفته که نقش شما را در اینجا شما معرفی بکنید. تا جایی که تانستن یک تعداد افراد را معرفی بکنن، متاسفانه اونا کسایی هستند که یا در بلک لیست سازمان ملل متحد یا دولت امریکا قرار دارند، یا در بلک لیست وجدانهای مردمی قرار دارند که خودشان در مقابل مردمشان استفاده شده و میگن که هر آن کسی که از دموکراسی دفاع بکنه از ما نیز در مقابلش استفاده میشیم، هر آن کسی که از ارزش‌های 20 سال گذشته افغانستان دفاع بکنه
ممکن مورد ضرب و شتم ما قرار بگیرن. هر آن کسی که تظاهرات بکنه، صدای خود را بلند بکنه و از ما نیست دیگر، ممکن ما در مقابلش استفاده شویم. هر اول اول آخرشان هم این نیست. حالا شما میبینید که کابینه که شکل گرفته، به جای از اینکه کابینه خدمتگزار برای مردم افغانستان باشد، به جای از اینکه بتونه تأمین امنیت برای مردم بکنه، امنیت اقتصادی، امنیت جسمی، امنیت روحی، امنیت قضایی، برعکس حال مردم افغانستان به خصوص مردم پنجشیر و یک تعداد از مردم شمالی، نه جانشان از خودشان است کسایی که تحت حاکمیت طالب زندگی میکنن، نه موترشان از خودشان است، نه خانهشان از خودشان است. هر آن چیزی که داشتن این را وکش خودشان نداره، وکش گروه طالبان داره. در ولایت پنجشیر چندین خانه که اونا را من از نزدیک میشناسم، صاحب خانه را گفته شما از خانه براین که ما این خانه را بیس نظامی یا قرارگاه جور میکنیم. یک تعداد افراد گفتن که شما به زور بین امرای ما کار بکنین اینجا، تا هر وقتی که هر اون چیزی که از شما استفاده کرده این بازار وقتی گفتیم خانه برین، یعنی ایره میگن بیکار. ببینین دولت یا حکومت طالبانی همزاد با ورشکسته شدن است. میتونه که ورشکسته شدن اقتصاد باشه، میتونه که ورشکسته شدن دولت باشه، از نظام اجتماعی باشه، نظام قضایی باشه و امثال. شما اگر حکومت دوری اول طالبان به یاد داشته باشید، در اونجا اکثریت مطلق مردمی که تحت حاکمیت گروه طالبان زندگی میکردن به فقر اقتصادی مواجه بودن. صلیب سرخ، سازمان ملل متحد به خاطر از اینکه کمک های بشر دوستانه بر از اینا کرده باشه که حداقل اینا یک نان بخور نمیره پیدا بکنن، برای هر فامیل کارت نان داده بود که بتانن روزمره 5 دانه نان از نانوایی بگیرن، اینا حداقل زنده بانن. در همون زمان هم دیدیم که یک تعداد از برادرهایی که به حکومت را داشتن هم در ارگ ریاست جمهوری حکومت میکردن و هم در نانوایی حکومت میکردن، یعنی هم نانوایی را تصرف کرده بودن هم نهادهای داخلی و خارجی را. یعنی به این حد اینا میخواهند که انحصارگرایی بکنن. متاسفانه که جدیدن باز دوباره اونمو فقر اقتصادی و شکستگی اقتصادی اجتماعی در افغانستان شکل گرفته. حالا مردم افغانستان خب ناگزیر هستند. شما دیدین که حتی خود در تیارا مویزان کردن، بیچارا پایین افتیدن، پاسپورت ندارن که بیرون از افغانستان برون، کاری هم کردن نمیتونن خود را به یک نحوه از افغانستان بیرون بکشن یا حداقل یک کار پیدا بکنن در داخل افغانستان، در حکومت افغانستان، که یک معاش دریافت بکنه که از این طریق امرار معاش بکنن، او امکانات هم نیست. اونا مجبور هستن، مردمی که با غرور است، با غیرت است، حالا مجبور است که دست پیش بکنه به صلیب سرخ، بر از اونا 5 قرص نان روزانه بتن که تا از طریق نانوایی ها اونا نانوایی خود را، نان خود را اخذ بکنن. یعنی که با چقدر دشواری ممکن روزانه 5 ساعت، 6 ساعت، 7 ساعت، 8 ساعت منتظر باشن تا 5 دانه نان دریافت بکنن. این است مشکل عمده اقتصادی در افغانستان که همزاد با حکومت طالبان است. در کنار فقر اقتصادی، چیز دیگه ای که حکومت طالبان همیشه تولید کرده، چیز گروه به نام داعش و طالب و با معذرت گروه به نام داعش و القاعده است. امروز شما میبینید که ایالات متحده آمریکا آمد انتقاد کرد که ما فکر میکنیم که القاعده دوباره در حالت جانگیری است، دوباره جان میگیره تا بر علیه ایالات متحده آمریکا قد علم بکنه. امیرکن داعش دوباره در بین طالبان، تحت حاکمیت طالبان، دوباره جان میگیره تا بر علیه ایالات متحده آمریکا استفاده شد. و امیرکن شما دیدین که خود اتحادیه اروپا در مجموع پارلمانش اعلان کرد که دیده میشه که داعش و طالب با معذرت داعش و القاعده دوباره قرار است که جان بگیره، باید جلو از اینا گرفته شد.
یعنی در کنار ورشکستگی اقتصادی و موضوع داعش چیز دیگه هم میتونه که یک از جمله تبعات منفی حکومت طالبان باشه که او یک نوع تضاد فکری بین طالب و باشندگان افغانستان است. در افغانستان بخصوص جوانانش 20 سال درس خواندن، رفتن تخصص کمایی کردن، چیزی در رشته حقوق، چیزی در رشته اقتصاد، چیزی در رشته فارمسی، چیزی در رشته طب و امثال هم. اونا با معیارهای قرن 21 خود را برابر ساختن. حال طالب آمده که محمد میگه که هم عبا و قبای خود را مسلم بساز و هم فکر خود را قسم ما بساز. این هم اینجاست که یک نوع تضاد فکری به وجود آمده در افغانستان و خصوص در کابل که دختران، زنها، در مجموع خانمها، مردها در مقابل طالبان استاده شدند، تظاهرات کردند، گفتند که ما شما را با چنین شیوه حکومت داری نمیخواییم، در کابینه تان زن نیست، در این زمان در کابینه تان زن نیست، شما میخواین زن محدودتر بسازین، میگن که چیزی که در صدر اسلام حجاب نبوده شما اون رقم حجاب بکنین، چیزی که در عربستان حجاب نیست میگه شما اون رقم حجاب بکنین، شما باید وظیفه نرین، شما باید تحصیل نکنین، اگر تحصیل هم میکنین شما استاد خود باید دیدن نتانین، شما باید از پشت پرده صحبت بکنه. آیا در دنیا کدام کشور را دیدین سیستم آموزشیش اینی قسم باشه؟ اینا از جمله شرایط های محال هستند که بهتر است بگویند که شما درس نخونید، تحصیل نکنید. این از جمله شرایط محال است که گذاشتن. یعنی زنها نباید تحصیل بکنن، زنها نباید حق داشته باشن. مورد سیومی که یا چهارمی که میتونه از جمله تبعات منفی حکومتداری طالبان باشه ترس است. شما ببینید که یک موتر طالب هم از زیر یک بلاک تیر میشه، از پهن یک شهرک تیر میشه، جان مردم برآمدگی است که بخصوص از مادرای نازنین که استاده است، میگن که حال بچه من میبره این طالب به زندان مندازه و کیبل کاری میکنه، ممکن فردا یا پس فردا همینجا طالب تیر شد. طالب یعنی ترس، طالب یعنی شلاق، طالب یعنی زورگویی، طالب یعنی رویه بد. اینا مواردی است که در اذهان مردم در شهر کابل در 34 ولایت افغانستان تداعی شده، حق شده. طالب یک تصویر خشنی از خود به جامعه گذاشته. شما مطمئن باشید، شما دیدین در روز اول دوم سیمشان چند نفر تظاهرات کردن، خدا خیرشون بده، تظاهرات بیشتر میشه، نافرمانی مدنی بیشتر میشه، جنجارا بر علیه طالبا بیشتر میشه، چرا که اونا با میاره قرن 21 برابر نیستن. در این زمان طالبا یک کار دیگه که میشونه که یک عیب بسیار کلانش محسوب شده در دنیای امروز در قرن 21، کار اینا کردن که متعلق به صدها سال قبل است. یک ساختار حکومتی را تعریف میکنه که بیشتر مشابهت به مدرسه داره. درست است که مدرسه جای خوب از مردم علم میاموزه، مردم دین میاموزه، مگر مدرسه ساختار مختص به خود را داره؟ در حال که حکومت ساختار مختص به خود را داره، اینا قسم ساختار حکومت را ساختن که در هر وزارت بری فکر میکنی در یک مدرسه داخل شدی، ملاحبت الله فکر بکنی که اونمو مولوی مدرسه است، این دیگه شب فکر بکنی وزارت داخلش شب فکر کنی که انضباط های داخلی مدرسه هستن، وزارت دفاعش شب ببینی فکر میکنی کسایی هست که بیرون از مدرسه مدرسه را حفاظت میکنن. بلی آزو خدا یک کمزر عبا قبایتان را تغییر بده. عسکر از خود یک اونو فرم داره، نظامی از خود اونو فرم داره. شما در سر تا سر دنیا ببینید که کدام عسکر نظامیش لنگی به سر داره، چبلک به پای داره، واسکت به بر بدن. این نه تنها که یونیفرم نیست، شرم هم است. حالا شما دیدین که آهسته آهسته اینا اون هویت خود را به نمایش گذاشتن.
ایالات متحده آمریکا امروز در مقابلشان استاده است، انتقاد میکنه. پارلمان اتحادیه اروپا در مقابلشان استاده است، انتقاد میکنه. امروز صدر اعظم پاکستان هم انتقادی داشت در مورد کابینه طالبان. یعنی معلوم میشه که آهسته آهسته دیگه دنیا اینا را در حال شناختن است. به می خاطر است که شما امروز شاهد بودین که پارلمان اتحادیه اروپا از رهبر نهضت آزادی بخش ملی افغانستان، یعنی مقاومت ملی افغانستان، جناب محترم احمد مسعود، اینا دعوت به عمل آوردن تا اونا بیا همانند پدرشون گزارش از جبهه بده. یک مورد دوم دیگه اینا بگن که چی نیاز دارن برای جبهه. سیم دیگه همانند که پدرش هشدار داده بود دنیا را، بخصوص ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی را، پیشبینی هایی که کرده بودن اونا همه دقیق برآمد و درست برآمد، پیشبینی های درست بوده. اونا میخواین که از احمد مسعود چینی پیشبینی هایی را داشته باشن تا بتانن که پارلمان اتحادیه اروپا، جمع ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای بین‌المللی بتوانند که این نهضت آزادی بخش ملی که به نام مقاومت ملی در افغانستان شکل گرفته و نحوی از آنها حمایت کنند. چرا که حال قاعده‌های بین‌المللی همه ایشان متحدن تعریف از این دارند که نباید دولت تروریستی، حکومت تروریستی که در مقابل مردمش قرار گرفته نقض حقوق بشری را هر روز انجام میده، اینا حمایت کنید. شما میبینید که یک مشتق در ولایت پنجشیر برق نیست. شما میبینید که صدها نفر در ولایت پنجشیر هم کسایی که ملکی بودن کشته شدند. نفر رفت از سر زمین که زمین خدا آب بده در سر زمین خود. نفر در پشت مال و رمه خود رفته که مال و رمه را به کوه ببره، در اونجا به قتل رسیده. دکاندار از دکانش کشیدن، به قتل رساند. همه اینا از جمله جنایات بشری است، از جمله جنایات جنگی است، متاسفانه از جمله نسل کشی محسوب میشن. شما دیدین که یکی از کلانای طالب در یکی از تلویزیونهای خصوصی افغانستان گفتن که ولایت پنجشیر به دانه سرطان میمان، ما خواستیم که دانه سرطان از بین ببریم. یعنی این معنا میده که نسل کشی شد. امیدوار هستیم که سازمان ملل متحد بخصوص محکمه بین المللی عدالت در این مورد توجه جدی بکنه. همو رقمی که میخواهند که غنی به میز محاکمه کشانده شود، کسایی که جنایت بین المللی در افغانستان بخصوص در ولایت پنجشیر انجام دادن، اینا باید محاکمه شوند. تشکر جناب استاد حیات گروی. این یک سوال بسیار مختصر، کوچه جباری و البته این سابقه و قدامت تاریخی داره، اما بیشتر در سال دهه 90 در کتاب دویم سقوی توسط اسماعیل یونی بسیار مشخص و برجسته شد. البته در نظام نامه های چی هم اگر شما مطالعه کرده باشین، نظام نامه های دوران امان الله خان هم امی انتقال آمده بود که ناقلین از یک گوشه به گوشه دیگه انتقال پیدا کنن و توسط محمد گل مومند ای تطبیق شد بالاخره. یعنی فعلا هدف از کوچه اجباری چی هست؟ از پنجشیر کوچه اجباری دادن، از دایکندی وقت دادن که 9 روز گفته بودن، 5 روز گذشته، 4 روز دیگه باقی مانده و دیرو در قندهار تقریبا اضافه 3500 خانواده را گفتن که شما وسایل ضروری تان بردارین کوچ کنین. اینا چی میخواین و اینا را کوچ میتن به کجا میبرن و جانشین و میبرشن و جانشینشان کیها خواد باشن؟ بفرمایید. وقتی کوچ اجباری شد، یعنی شما برین هر طرفی که میخواین بروین، نه نان شما را تضمین میکنیم، نه امنیت شما را، نه آب شما را، این که زنده میمانند رفتی بر ما ندارد. ببینین چنین کارهای در زمان عبدالرحمن خان زیاد شده. تقریبا 40-50% نسل یک قومی را از بین بردن به خاطر از اینکه بتانند که بدن آرام زندگی بکنن. اما امروز دیدیم که اونم قومی که 50%ش تباه شد، از بین رفت، امروز تاج سر افغانستان است. بیشتر از هر کس دیگه با سواد داره، بیشتر از هر کس دیگه فرهنگ حکومتداری داره، بیشتر از هر کس دیگه رفت تحصیل کرده. این تو فکر میشه که با کوچه اجباری میشه که
یک قوم را، یک طیف را، یک بخش را تضعیف کرد و از بین رفت. ممکن تضعیف شوند برای یک سال دو ساله، اما مطمئن باشین یک سیکوی پرش از برای 10 سال بعد، برای 5 سال بعد، برای 20 سال بعد که اینا همه چیز را پس دوباره باید قفل. اینا هر کسی که از پنشه دفن درست از آب نان ندارد، اما مطمئن باشین که اینا با درس و تعلیم آموخته شدن، هر جایی که باشن کتابش با همراهشان است، مطالعه خود را میکنن، به مکتب میرن، به دانشگاه میرن، یک دانشگاه باشه نباشه مطالعه خود را میکنن. شما مطمئن باشین کسایی که امروز کوش داشته 20 سال بعد از هر کدام از این، شما مطمئن باشین که مبارز خوب ساختن خود، هم مبارز فیزیکی که بتانه سلاح بر دست خود داشته باشه، هم مبارز فکری که بتانه یک سیاست مدار خوب شد. اون زمان گذشته 100 سال قبل و اینا را اونا یک خواب خیال بود، گذشت رفت که کسی نبود از اینا حمایت بود. حالا فرزند برومند به نام احمد مسعود در اونجا وجود دارد، نه تنها که از خودش و از نیروی مسلحش حمایت میکنه، از تزام مردم افغانستان بخصوص مردم پنجشیر مورد توجهشان قرار دارد. نه تنها که موضوع کوچ اجباری پیشترم برای شما گفتم، کسایی که در ولایت پنجشیر رفتن همه مردمی هستند که به عنوان عسکر در اونجا هستند یا به نام طالب در اونجا هستند که یک روز به مکتب نرفتن، یک روز به اداره دولتی داخل نشدن، یک روز نزاکت های اجتماعی را بلد نیستن. کل از اینا را آورده در ولایت پنجشیر خودشان را جمع کردن، اونا از مردم بزور نان خود، اونا از مردم بزور جای طلب میکنن، اونا از مردم بزور کار میکنن که زندگی خودشان روزمره سپری شود. کسایی که معلم مکتب بودن اونا را بردن به زندان، یک شب دو شب کتق قلفی کردن. متوجه باشین که این کتق قلفی ها یک روز جوابی دارن، اینا عقده خلق میکنن. شما مطمئن باشین یک نفری که برادرش از بین میره، 20 سال بعد انتقام خود را میگیره، نال شما فکر بکنین این نفری، هزاران نفری که بیجا شده، صدها نفری که کشته شده، این فراموش مردم میشه؟ هرگز. خواهشم از طالبان، ای از بخصوص کسایی که از خود مردم افغانستان هستند، در همسایگی پنجشیر زندگی میکنن، متوجه باشین که هم سرنوشت و هم تاریخ و هم هویت هستیم. هیچ وقت مردم پنجشیر در مقابل تان استاد نشده، در مقابل شان استاد نشین به خاطر یک چوکی. نشه که باز 5 سال بعد، 10 سال بعد روسیای تاریخ شاید همه این مردم به شما کدره بگوید، یک ننگ تاریخی برش باشه. تشکر. ما تقریبا 4 دقیقه دیگه فرصت داریم استاد شاکر. میخوایم که فقط نظر شما رو در این رابطه بپرسم که آیا شما این گزارشات رو شنیدین که کسایی که مظاهره کردن در چند روز گذشته، اکنون طالبا خانه به خانه دنبال کسایی که راه اندازی کردن مظاهرات میگردن، و پیامتون برای خبرنگارا و فعالین جامعه مدنی و دیگه هموطنان ما چی هست؟ مختصر تقریبا 3 دقیقه دیگه فرصت داریم، بفرمایید. شما امروز حتما گفته های مولوی فسیودین لوی درستیز طالب ها را حتما شنیدید. اونا گفتن هر کسی که دموکراسی بگویه مورد ضرب و شتم ما قرار میده، هر کسی که از دستاورده 20 سال گذشته افغانستان یادآوری بکنه مخالف ما، هر کسی که از جامعه جهانی پایده های بهمیتی دموکراسی و انتخابات حرف بزنه اونا مخالف ما. اینا بر ضد دموکراسی هستند، اما مردم افغانستان دموکراسی میخواین، آزادی میخواین، برابری میخواین. اینا اگر فکر بکنن با گرفتاری یک فرد دو فرد میتونن که صدای مردم افغانستان از بین ببرن و تفاوت دیگه امکان ندارن. بسیار مردم در تاریخ افغانستان کوشش کردن که صدای مردم افغانستان خفه بسازن، نتونست، طالب هم نمیتونن. این مولای فسیودین خواب درست است که گذشته شما یک بار مطالعه بکنید که به کجا برمیگردن.
نه تنها که مردم افغانستان از بین فامیلش متوجه باشن که انتخاب میشه سرش، از بین قومش سر خودش انتخاب میشه. چرا مردم اجازه میده با تظاهرات اجازه میده؟ چرا بس بالای مردم افغانستان ظلم میکنه؟ ما تعجب به این میکنم که تمام این کشورهایی که در اطراف افغانستان هستن، وقتی سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا کلشون یک دست گفتن که ما چیزی رو به نام امارت اسلامی نمیخوایم، اما اولا در چشم خود امارت اسلامی کابینه خود را اعلان کرد، هم فشارات دوباره هم موقف خود را اعلان نمی کنن. نمی فهمم چرا، مگر اینا به این نتیجه رسیدن که امارت اسلامی کارایی داره؟ اگر کارایی داره، چرا در این روزا شما انتقاد میکنین از کابینش؟ چرا شما میترسین که ممکن روز داعش و القاعده از بطن از طالب تولید شوه و به وجود بیاره؟ اما قسمی که قبل از شکل گیری امارت اسلامی شما میگفتن که امارت اسلامی رو نمیخوایم، امروز نباید جامعه جهانی چوب بشینه. با معذرت، شما مطمئن باشین که این عمل کرده که در داخل حکومت افغانستان صورت و جامعه جهانی هم در قبال از این خاموش است، یک گپ نه و یک جنگ نه و در داخل افغانستان یک جنگ دعوتی و جنگ بین‌المللی شده بر بیرون از افغانستان شکل میگیره که خدای نخواسته باز هیچ کس جمعش کرده نمیتونه. در این مورد هم جامعه جهانی باید تجدید نظر بکنه از سیاستی که دارن، طالبان باید تجدید نظر بکنن، حکومت را بر مردم افغان برن انتخابات بکنن، هر کسی برموز این افغانستان انتخاب. اینا طالبا حالا میگن که دموکراسی یعنی انتخابات نتیجه در افغانستان نداد، ما او رو نمیخوایم. او شیوه دموکراسی نتیجه نداد، او شیوه رو در امریکا شما تطبیق بکنیم نتیجه نمیده، چرا که کشورهایی که اونم شیوه رو در اونجا خواستن که برا بندازن، هدفشان این بود که با تقلب یک نفر رو باید پیروز بسازن. شما دیدین که در دور اول غنی پیروز نبود که پیروزش ساختن، در دور دوم پیروز نبود که پیروزش ساختن، بالاخره شما دیدن که در آخر همون کشورهای بیرونی شرمسار ساخت. تشکر استاد شاکر. حیات از فرانسه و خوشحال شدیم که با ما بودین در برنامه امروز. انشالله که هفته آینده برنامه مستقل خود شما شروع میشه که هموطنان ما آگاهی داشته باشن که روزهای چهارشنبه ساعت 3 وقت به وقت 3 بعد از ظهر به وقت تورنتو که میشن 9 شب به وقت اروپا. سپاس فراوان، برای شما آرزوی موفقیت داریم. ممنون که با ما بودین. سلامت باشید. خدا بیدگرامی. این بود صحبت ما با استاد شاکر حیات. تا برنامه بعد با شما خداحافظی میکنیم. الله پاک نگهدار شما سروران گرامی باد.